سلام به سری جدید برنامه لنز خوش اومدید. در این برنامه درباره آقای رامبد جوان برای شما صحبت میکنیم، با ما همراه باشید. با رامبد میشه راحت بود، میشه با شوخی کرد، میشه باش درباره مسائل مختلف حرف زد و مهمترینش این که میشه باش خوش گذرون. خیلی دارم میخواد با رامبد برم مسافرت، چون فکر کنم تو سفر باش خیلی خوش بگذره. رامبد جوان مدار انرژی همیشه کار میکنه، همیشه انرژی داره. سلام، من نصرالله یادگی هستم. یه لحظه 61 شده بودم تو کار آقای رامبد جوان عزیز. یک بار ما از هم داشتیم میپرسیدیم که آینده رو چجوری میبینیم. جملهش یادمه که گفت گفتم تو واقعا آینده رو چجوری میبینی؟ روشن، عالی. و همین هم هست که اتفاقای خوب برش میفته. شده که موفق در باشه، چون میدونم آدم بهانه ای نیست و آرزو موفقه میکنم برش. برام کار کردن با رامبد لحظه به لحظهش به یاد موندنی و دلنشین بود. سر اون فیلم من دو تا سکی آورده بودم، مثلا بده دو تا بچه ها بدم، اونجا زحمت میکشیدن به اونها بدم، سکی ها رو دزدیدن. رامبد برگشت گفت مجید، تا حالا برای من اتفاق نیفتاده که من چیزی بدزدم، حتما یه اشتباهی کردی که این اتفاق اون کائنات برای تو اتفاق افتاده. خلاصه گذشت و شبش زنگ زد گفت مجید عذر میخوام. گفتم چیزی هم من ندزدیدم، چون هم ماشین من رو جلوی در دزدیدم بردم. رامبد انرژی، خنده، شادی. بهترین خاطره که ازش دارم این بودش که سر یک کاری با پدرم بودن و خب پدر من اون موقع یک بار به خاطر آلودگی هوا رفته بودم بیمارستان و برگشته بودم و بعد رفتن با رامبد سر یک کاری شهرستان بودن و من زنگ زد خیلی برادرانه گفتش که نگران هیچی نباش، من مواظب و معنوش هستم و خیلی به من چسبید این تلفن و خیلی کیف کردم و روزهایی هم که پدرم از دست دادم خب منو تنها نداشت و دلگرمی و خوشگرمی من. رامبد جوان از دیروز تا امروز. رامبدی که دهه 70 به فرید جنگلبرد مشهور شده بود، در کمتر از یک دهه جاپای خود را در تلویزیون و سینما صفر کرد و به عنوان یکی از هنرپیشه‌های طنز و کارگردانی با سلیقه راه خود را ادامه می‌دهد. به گفته خیلی از کارشناسان هنرمند، او در سینما و تلویزیون یک استثنا است. رامبد جوان متولد دی 1350 در محله شهرآره تهران و اصالتاً آذری است. او فرزند دوم خانواده و به اصطلاح تتاقاری است و یک خواهر بزرگتر با فاصله سنی 7 به نام پوپک دارد. اسم رامبد را پوپک برای برادر کوچکترش انتخاب کرده است. جوان بازیگر تئاتر، تلویزیون، سینما، کارگردان و مجری است. روند کاری هنری وی به ترتیب تئاتر، تلویزیون و سینما بود. اکثر مردم رامبد جوان را به دلیل ایفای نقشش در سریال خانه سبز میشناسند و از همانجا بود که وی کم کم به شهرت رسید. در واقع این سریال سکوی پرش رامبد جوان بود. نقش‌های جوان اکثرا جنبه طنز دارد و به گفته همسرانش وی انسان بسیار شوخ‌طبعی است. از سریال‌های مهم و دوست داشتنی که جوان در آن ایفای نقش کرده باید به همسران، فروشگاه، خانه سبز، سرزمین سبز، کت جادویی و ولایت عشق اشاره کرد. سریال کت جادویی به او دوباره شانس معروفیت داد. وی همچنین در فیلم‌های سینمایی چون کمکم کن، مومیایی 3، سیندرلا، شبی در تهران، اسپاگتی در 8 دقیقه، نسل جادویی، سوغات فرنگ، دیو و دلبر، دختر شاه پریون، گناهکاران، آزادی مشروط، آذر، شهدخت و
پرویز و دیگران ایفای نقش کرده است. رامبد جوان همچنین به کارگردانی فیلم هایی چون اسپاگتی در 8 دقیقه، پسر آدم، دختر حوا، ورود آقایان ممنوع و نگار و مجموعه خندوانه پرداخته است.